پس برای اعتماد کردنم دلیل لازمه. فرداش رفتم در خونشون ولی کسی اونجا نبود. انگار سالها بود که کسی اونجا زندگی نمیکنه. میدونی چه حسی بهم دست داد؟ چه حسی؟ شما کتاب آرزوهای بزرگ خوندین؟ نه. احساس کردم خانم هاویشامم. خانم هاویشام؟ پیر زنی که تو جوونیش مردی که قرار بود باش ازدواج کنه درست روز عروسیش قالش میذاره و میره. پیرزن دیوونه شد، با همون لباس و بساط عروسیش 40-50 سال منتظر موند. تصور کنید یه پیرزن 70 ساله با لباس عروسی. منم همون حس رو داشتم، با این تفاوت که مطمئن بودم اون دیگه هیچ وقت بر نمیگرد. هر کسی میتونه فریب بخوره. فریب دوست داشتن خوردن وحشتناکه. چند روزی به بهانه سرماخوردگی از اداره مرخصی گرفتم. زمان لازم داشتم تا روپام بیستم. تا چند روز روزی 3-4 مرتبه عکسو برام میل میکرد. اون وقتا نمیدونستم برای چی این کارو میکنه، چی از من میخواد. تا اینکه بارنارد میاد سراغت. لقبش بارنارده، میدونین چرا؟ یعنی ظریف کاریش حرف نداره، مثل همون پروفسور بارنارد، بهترین جراح قلب دنیا. امیر، تو باز کتاب جدید خوندی؟ اون یه افسر اطلاعاتیه که به عنوان دیپلمات تو سفارت انگلیس در بیروت کار میکرده. باهوش و مسلط به زبان فارسی و عربیه. چند سال پیش به عنوان رایزن اقتصادی از طرف وزارت امور خارجه انگلستان تقاضای اقامت دیپلماتیک میکنه که بنا به سابقهش با ورودش مخالفت میشه. حالا چی؟ تو این فاصله مگه چیزی عوض شده؟ بعد نیست هر از گاهی یکشون بیاد ببینیم چی تو کلشونه، سیاست کاریشون چیه و چه هدفی رو دنبال میکنن. اون با لباسهای غیر رسمی و ماشینهای پلاک شخصی تو شهر میچرخه. کار ما کشف ارتباطات و خونسا کردن فعالیت اطلاعاتی این آدمه. تا حالا کاری هم کرده؟ تو این یکی دو روزی که تحت مراقبت بوده ارتباطات مشکوکی با یه زن و مرد جوان داشته، چه داخل سفارت انگلیس چه خارج از اونجا. سعید، آقای سعید جزینی. بله، ببخشید. در مورد تعقیب مراقبت توضیح بده. این یه ردیا ماهواره، یه جور جی پی اس. امواج ماهواره به این حساسه و هر چی زده بشه قابل ردیابی رو نقشه بشه. متشکرم. یه جوری برات میخش کردم که نگو، فقط طرف داشت من از تو آینه میپاییدا. همچین میگه انگار مین کار گذاشته.
ببین هیچ میدونستی کارشناسای من یه بار بیشتر نمیتونن تو زندگیشون اشتباه کنن؟ دو بار. چطور؟ بار اول وقتی که این شغل رو انتخاب میکنن. آره به خدا ما از این شغلمون سالم دریم شانس آوردیم. به بچه ها بگو تمامش کنن، راه رو باز کنن. بچه ها آشتی کنین دیگه، زشت بابا شما بزرگ شدین دیگه. ای بابا که ما این آقای بارنارد رو زیر نظر داریم. ولی من فکر میکنم که زیادی حساس شدیم به طرف، شاید واقعا توبه کرده و کار جاسوسی رو گذاشته کنار رو چسبیده کارهای اپیزودیش. پیچیده تر از این حرف هاست، باید صبور باشی. ما یه موضوعی دستگیرمون شد. گراف ترددی بارنارد رو یک بار دیگه جز به جز بررسی کردیم. یه چیز بی‌معنی توش هست. بارنارد هر چند وقت یک بار توی یکی از کوچه‌های اطراف الهیه توقف میکنه که ما دلیلش رو نمی‌دونیم. تحقیق مراقبت براش نذاشتیم؟ همین امروز متوجه این نکته شدیم. اگه ما بارنارد رو به عنوان یه افسر اطلاعاتی تحت نظر نگرفته بودیم، شاید حالا به تو نمیرسیدیم و تو وضعیت بدتر از این که هست نشد. اگه اونو میخواییم بخونیم منو برای چی آوردیم اینجا؟ من با کاری که کردم بهتون ثابت کردم که چیزی برای از دست دادن ندارم. چرا باید به شما دروغ بگم در صورت که میدونم شما همه چی رو میدونیم؟ من میدونم دروغ نمیگی، ولی ما هم قوانینی برای خودمون داریم. مثلا اینکه حقیقت چند پاره است. ممکنه بخشش تو دستای تو باشه، بخشش هم تو دستای ما. بعد مثل پازل با هم چفتش میکنیم. من حقیقت رو میگم. هر کاری که کردم، هر غلطی که کردم، من واقعا نمیدونستم چند تا برگه قرار داد و مذاکره تجاری به چه درد اونا میخوره. مگه اصلا چیز مهمی بوده؟ من واقعا نمیدونستم به چه درد اونا میخوره. باور کن.
الهیه گفت منتظر رسیدن ماشین باشم و سری برم تو صندوق عقب. گفتم من اینجوری جایی نمیام. خندید و گفت برای قاتل بهترین کار پنهون شدنه. هنوز نمیدونستم ازم چی میخوان، اما از شکل پنهون کاریشون بدجور بوی درد سر میومد. رویا و کاوه با تماس گرفتن. اونها که آب شده بودن و رفته بودن توی زمین. مرده بهم گفت اگه سر قرار نرم عکسیو که برای سر جنازه ازم گرفته بودن میده به پلیس. باید انتخاب میکردم، یا تا آخر عمر میرفتم گوشه زندو و یا براشون جاسوسی میکردی. من اطلاعات ویژه‌ای بهشون ندادم. باور کن. روزبه نراقی، متولد 1340 استکهلم، تحصیلات فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی. تو 5 سالگی پدر و مادرش از هم جدا میشن. تو 10 سالگی پدرشو در حادثه تصادف از دست میده و عموش سرپرستیشو قبول میکنه، با خودش میارتش ایران. عموه مترجم بازنشسته وزارت اقتصاد بوده و خیلی دویده تا بتونه برای روزبه کاری دست و پا کنه. نگو که تو همین وزارت خونه مشغول به کارش کرده. متاسفانه همینطوره. عموه کارمند نمونه بوده و به عنوان معرف معتبر روزبه رو به این وزارتخونه معرفی میکنه و روزبه اونجا مشغول به کار میشه. اما این زنده زنوز؟ فوت کرده. کسی دیگه هم تو زندگی روزبه نیست. روزبه به عنوان مترجم در جریان قراردادهای داخلی و خارجی وزارتخونه هست. الان هم مأمور به خدمت تو وزارت بازرگانی، اما همه کاراش رو توی اداره خودش انجام میده. دوست اومده بود خونم. حالم داشت از زندگی به هم میخورد. حتی ارزه نگه داشتن تنها یادگاری پدرم هم نداشتم. ولو شدم رو کاناپه، زندگیم جلوی چشمم بود. از وقتی با پدر و مادرم خوش بودیم تا وقتی که اونا از هم جدا شدن، تا وقتی که کنار جنازه پدرم زار میزدم، تا تنهاییام، فکر و خیالام، تا 2 ساعت قبلش که بارنارد و جلوی در وزارت خونه دیدم که میخواست خودشو به هم نشون بده که بفهمم نباید دست از با خطا کنم. Thank you.
بچه ها دوزبازی بسته، هر لحظه ممکنه سوژه سر برسه. یه دوزی نداشیم تو فرمندم که این هم بشه سوژه سر برسه. باید همین داری میمانی دیگه. گفتم که ما برای خودمون قوانینی داریم، درست مثل تو. شما منو بازی دادی، مثل یه تومه، مثل یه موش. پنیر اونا برات گذاشتن تو تله. منم پنیر تله شما شدم. کار ما تله گذاشتن نیست، جمع کردن تله است. ولی شما من از توی تله نیوردین بیرون، گذاشتین اون را له بشم. یه بار میرفتم باغ، با یه دروغ سنج آزمایشم میکردم. بارنارد آدم عجیبی بود، انگار به هیچکی اعتماد نداشت. تو همه مراحل خودش باید میبود، حتی برای انتقال من خودش میومد. کم کم خودم هم باور کرده بودم که چاره ای جز همکاری باهاشون ندارم. یعنی اینم برام شده بود یه جور کار. اول اونجا میشستم و اطلاعاتیو که به ذهنم سپرده بودم براشون مینوشتم، درباره جلسات و مذاکراتی که منم توش حضور داشتم، مثل مذاکرات حمل و نقل دریایی، عقد قراردادها، مذاکرات تجاری با کشورهای منطقه، گزارشات مربوط به خرید گوشت و ذرت و گندم و میوه و خیلی چیزهای دیگه. هر چیزی که من در جریانش بودم. بعد از دادن اطلاعات اونا با دروغ سنج امتحانم میکردن که مطمئن بشن دروغ نمیگم. در مورد همکارتون با ما به کسی چیزی گفتی؟ نه. هیچ کس؟ هیچ کس. همه اطلاعاتی که امروز به ما دادی درست بود؟
بله. داره دروغ میگه. نه، فقط یه کم استرس داره. از چی میترسی؟ از آینده؟ نه، از گذشته. به ما اعتماد نداری؟ ما آدم های رازداری هستیم. من دیگه خودم هم تحمل این رازو ندارم. عجیبه، آدم ها هرچی بزرگتر میشن دلاشون کوچیکتر میشن. هر روز بی‌طاقت‌تر میشدم، عصبی‌تر، تا اینکه شروع کردم به مشت مشت قرص خوردن. جای قرص خوردن و تحمل این همه پریشونی اصلا به این فکر نکردم کاری نکنی؟ به حرفم گوش نمیدین؟ نه؟ گوش میدم، کلمه به کلمه. خب این چه سوالیه؟ اولش همکاری کردم چون نمیخواستم تا آخر عمر گوشه زندون بمونم، بعدم همکاری مو ادامه دادم چون نمیخواستم بمیرم. نمیخواستی بمیری؟ به دست اونا. همین که زندگیم دستشون بود کافی بود. نمیخواستم مرگم دست اونا باشه. خماری؟ نه، سرما خوردم. افسرده ای؟ آدم های افسردن بیشتر سرما میخورن. زندگی برام یک نواخ شده. از خوشی زده زیر دلت. زن بگیر، همچی با دادا هواراش از یک نواختی درت بیاره که حال کنی. راستی از من نشنیده بگیرم. میدونی برای تشویق نامه زدن شیرنیشم یادت نره. عذاب وجدانم به ترس و دردهای دیگه هم اضافه شده بود. هر روز که می رفتم اداره انگار یه برق ولتاژ قوی به بدنم بست شده. دیگه طاقتم تاخ شده بود. اگه مسیری که توش افتاده بودم دست خودم نبود، لااقل می خواستم مرگم دست خودم باشه. هر کسی رو از کانال نقطه ضعف‌هاش می گزن. بعضی ها رو با پول، بعضی ها رو با هوا هوا است. ولی مال تو تنهاییت بوده. تنهایی؟ اونو از کجا فهمیده بودن؟ فکر میکنی محرم یادداشت‌های شخصی و اختیاردار کاغذ قلمت فقط خودت بودی؟ فکر میکنی فقط تو بودی که میرفتی تو کوک دیگران؟ حتما یکی دیگه هم بوده که تو محل کار رفته بودی تو کوک تو و تمام یادداشت‌های شخصی و فایل‌های کامپیوتری تو دید میزده. فعلا تا همینجاش بدونی کافیه.
نجاتم دادین که بتونین ندامم کنین که آینه عبرت بشه. قانون میذاری حکمم صادر میکنی؟ مهم نیست که حکم صادر میکنه، اما حکم همینه نیست. این دفعه ما میخوایم باهاشون بازی کنیم، با همشون. البته این تو برنامه بوده، ولی خودکشی تو برنامه ما رو جلو انداخت. پس بازی ادامه داره، فقط تیمم عوض شده، با این تفاوت که این بار تو تیم خودی بازی میکنیم نه حریف. من آمادگیشو ندارم، اصلا حالم خوش نیست. این بهترین کاریه که حالتو خوب میکنه. همه فرصت جبران اشتباهاتشون رو ندارن، قدرشو بدون. تو پرونده بیمارستان مریضیت مسمومیت دارویی ذکر شده، نه چیز دیگه. از اینجا که بری بیرون میان سراغه. بفرما. از این همه تماس ناموفقی که از صبح ازش خانم داشتم مشخصه که ایشون همچنان به توافق قابل توجهی دست پیدا نکردن و همچنان پیگیر خواستگاری. چی شد این خواستگاری ساله؟ یه دیشب دفعه دوم بود رفتیم، اونام که از خداشونه میدونی که. بله من فقط یه ذره هنوز از سختی کارت هم چیزی بهشون گفتی؟ دیگه وقتی دو نفر هم دیگر رو بخوان حل دیگه، خود تو جریانی. من نشده شاهزاده و گدا با هم ازدواج کنن. بفرما. مشغول آش خانم داره با عروس خانم والد. داشتم دیوونه میشد. فیلم نمایش ترومنو دیدی؟ احساس میکردم دائم مراقب من، توی خونه، محل کار، خیابون. دیگه دنبال آدم ها نمیافتادم، ازشون فرار میکردم. به هر کی چشم میافتاد فکر میکردم جاسوس بارنارده. بعدن فهمیدم وقتی خونه نبودم تو خونم هم اومدم. دیگه هیچ جا برام امن نبود، هیچ. مثل یه شکارچی دنبالم بودم. از همون اول من شکار عادتام شده بودم. از همون اول کاوه اینجوری منو به تله انداخته بود. لعنت به هرچی آدم خاصه. از اون به بعد دیگه به هیچکی اعتماد نداشتم، به هیچکی. خونم هم که امن نبود. شما که همه چیو میدونین، میشه بگین چرا منو انتخاب کردین؟ تا حالا راجع به بیوتروریسم چیزی شنیدی؟ اینا رو میبینی؟ همشون آلودن، یعنی آلوده شدن. این یعنی بیوتروریسم. وقتی امنیت ملی و سلامت عمومی همزمان با هم به خطر میفته، اون وقت ابرتروریسم پاشو میذاره وسط. ابرتروریسم با تیر و گلوله کاری نداره، با خون و خونریزی هم کاری نداره، با روح و روان آدم ها کار داره. با یه ملت، نه با یه فرد. حالا این وسط من چی کارم؟ نتیجه لو رفتن همون قراردادایی که جناب عالی ترجمه کردی شده این، شده یه کوه خله آلوده که همش باید بره زیر خاک. میدونی بابت همه اینا چقدر دلار از مملکت خارج میشه؟ میدونی آلوده کردن مواد خوراکی مردم یعنی چی؟ میدونی بذر آلوده یعنی چی؟ یعنی تولید سرطان. سرطان که دیگه میدونی یعنی چی؟ پس دیگه نگو من هیچ کاری نکردم.
رابطه تو با بارنارد باید همونطور که بود ادامه پیدا کنه. انگار آب از آب تکون نخورده. مثل همیشه میری و اطلاعاتی که میخوان بهشون میدی. دوباره؟ آره. ولی این دفعه اطلاعاتی که ما بهت میدیم. دروغ سنچی؟ فکرمونش هم کردیم. فردا مرخص میشی. ساعت 3 بعد از ظهر میای به آدرسی که بهت میدیم. ولی قبل از اون امشب یه عمل کوچک صرفایی داری. عمل برای چی؟ برای کار گذاشتن یه جور میکروچیپ تو بدنت. میکروچیپ؟ خوراکیه این؟ کارش اینه که دستگاه دروغ‌سنج رو فریب بده. فرکانسایی که اینا به دستگاه دروغ‌سنج بفرستن میتونه تو هر شرایطی وضعیت تپش قلب و فشار خون رو طبیعی نشون بده. یعنی همه دستگاه دروغ‌سنج رو فریب میده؟ مگر اینکه از این به بعد دستگاهی ساخته بشه که این روش تأثیر نذاره. حساس‌ترین بخش عملیات اینجاست. تو باید مثل دفعه قبل خیلی خونسرد و عادی لپتاپ خودتو به بهانه پرینت اطلاعات بذاری کنار لپتاپ اونو روشنش کنی. که چی بشه؟ تمام اطلاعاتی که ما نیاز داریم تو لپتاپ اونه. قطعا نمیتونیم یه وسیله جانبی دیگه وارد دستگاهش کنیم. بنابراین لپتاپتو باید تا جایی که ممکنه به سیستمش نزدیک کنی. تا ما بتونیم از طریق بلوتوث فعال تمام اطلاعاتشو تخلیه کنیم. اگه بفهمه چی؟ میترسی؟ از خیالی که تو واقعیت شکست بخوره؟ آره. مثل ابلوموف؟ دقیقا. ولی تو ابلوموف نیستی. تو یکی از افراد متعلق به ما هستی که هنوز خیلی کار ازت برمیاد. کارمو بر اساس خیال نیست. عین واقعیته. از شکست توش معنی نداره. اون نمیتونه بفهمه که چه اتفاقی برای سیستمش افتاده. چون یک کپی از تمام اطلاعاتش از طریق لپتاپ تو به سیستم ما منتقل میشه. بنابراین هیچ چیزی توی لپتاپ تو کپی نمیشه که بخواد لو بره. فقط چی؟ تو باید شرایطی فراهم کنی که فرایند کامل کپی اطلاعات تا آخر تکمیل بشه. وگرنه ناقص موندنش کارو خراب میکنه. یه نکته دیگه هم هست که نمیدونم اگه بدونی حالت بهتر میشه یا بدتر. چی؟ هیچ قتلی اتفاق نیفتاده. تو کسی رو نکشتی. دارین با من بازی میکنی؟ نه. اون مردی که رویا بهش زد بدلکار بود. چطور ممکنه؟ من خودم دیدم مرد. بدلکارا بازیگرای خوبی هن. به قول کاوه دروغ ظرافت داره. نقشه ظریفو در دیده بود. مرد رو گرفتی؟ نه. رویا کاوه چی؟ قبل از گرفتن تو از طریق بارنارد شناسایی شدن. ولی ما نمیتونستیم اونا رو دستگیر کنیم. چون نمیخواستیم برنامه های بارنارد رو به هم بزنیم.
یعنی هنوز آزادن؟ یکیشون. یعنی چی؟ کاوه کشته شده به دست همون که فکر میکردی خواهرشه. رویا، همون که عاشقش شده بودی. چطور ممکنه؟ یعنی چی؟ خیلی سعی نکن بفهمی. این دنیا قانون خاص خودشو داره. تاریخ مصرف کاوه تموم شده بود. پول خوبی بهش دادن ولی فرصت خرج کردن بهش ندادن. رویا، رویا چی شد؟ حکم بازداشتشو به اینترپول دادیم. فعلا منتظریم. دچار مسمومیت دارویی شده بودی؟ بله. رفتنت به بیمارستان نقشه نبود تا اینکه یه چند روزی نیروهای اطلاعاتی تو رو بدون دغدغه در اختیار داشته باشن؟ نه، من اون شب اعصابم به هم ریخته بود از اون قرصای آرام بخشی که همیشه مصرف میکردم. بیش از حد مصرف کرد. حراست وزارت خونه یا اطلاعاتی ها سراغتو نگرفتن؟ نه. در مورد همکاریت با ما به کسی چیزی نگفتی؟ نه. درسته؟ اوکی. آفرین. آفرین. داری همونی میشی که باید باشی. با گذشته تسویه حساب کن، رهاش کن. مهم نیست که از چه راهی برسی، مهم اینه که برسی. اطلاعاتش 12 گیگه. امیدوارم حجم پرینت ها اونقدر باشه که به زمان ما خط بده.
چی شد باز؟ چی این هارد سی پر شده بود الان میدمش تو دی. این دیگه چیه؟ همین امشب باید برگردی لندن تا ایران اخراجت نکرد و بیش از این آبروریزی نشده. ایرانی ها اعلام کردن تو با موساد همکاری میکنی. این موضوع خوشحال کننده برای دولت ما نیست. مگر چی؟ مگر با هماهنگی قبلی بوده باشی. یادم یه روز یه جا خوندم که مواظب باش چی آرزو میکنی، چون ممکنه یه روز بهش برسی. ولی حالا میگم مراقب باش که چی آرزو میکنی، چون معلوم نیست چه جوری بهش برسی. من همیشه آرزوی روزی رو داشتم که با بقیه ی روزای زندگیم فرق داشته باشه، روزی که توش یه اتفاق خاص بیفته، اتفاقی که داشت زندگیمو نابود میکرد. ولی حالا دیگه به دیگران نگاه نمی کنم، احساس کسالتم نمی کنم، چون خیلی کار در پیش دارم، کاری که هیچ وقت قبل از این نکردم. باید به خودم نگاه کنم، به خود خودم، و فکر میکنم برای این کار وقت زیادی داشته باشم، حداقل توی روزها یا ماها، شایدم سالایی که باید گوشه زندون باشم. کسی چه میدونه؟ شاید تو این فرصت بشینم و ابلوموفو دوباره ترجمه کنم و تقدیمش کنم به همه ی آدمایی که مرز خیال و واقعیت رو گم کردن. شایدم تو این مرز گم شدم. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در جریان مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت آقای بارنارد ریچاردسون، رایزن اقتصادی سفارت انگلستان در تهران، به دلیل فعالیت‌های جاسوسی و سازماندهی اقدامات تروریستی در ایران اخراج خواهد شد. این سخنگو اعلام داشت مراتب به صورت رسمی به نمایندگی دولت انگلستان در تهران اعلام گردیده تا نامبرده ظرف 24 ساعت آینده خاک ایران را ترک نماید. آقای بارنارد ریچاردسون از سال 1989 میلادی به عنوان رایزن اقتصادی در سفارت انگلستان در بیروت فعالیت داشته که پس از مدتی توسط سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، جذب و جهت تحقق اهداف بیوتروریستی به استخدام درآمده. آقای بارنارد عضو شبکه‌ای است که با هدف گسترش تروریسم از طریق بیولوژیک در منطقه خاورمیانه فعالیت دارد. اسناد به دست آمده حاکی از آن است که شرکت‌های متعددی توسط موساد تأسیس و راه اندازی شده تا با رهگیری کالاهای خریداری شده توسط بعضی از کشورها نسبت به آلوده سازی آنها اقدام شود. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین اعلام کرد در اسناد غیر قابل انکاری که از آقای ریچاردسون به دست آمده، اسامی منابع آنها در کشورهای منطقه نیز مشخص گردیده. اطلاعات و اخبار تکمیلی در بخش‌های بعدی خبر به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید. Thank you.